حاصلات خربوزه در کندز نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. دهاقین کندز میگویند که سال گذشته حاصلاتشان بر اثر امراض مگس خربوزه و پوسیدگی ریشه آن حاصل نداده، اما امسال حاصلاتشان قنات بخش بوده و اما نبود بازار مشکل اساسی آنان به شمار می رود. زراعت می خواهیم کوت و می دوا مواد ما بتیاو اینک افت زده پلکور و قوغ می شو امی دیقونو زراعت یک چیزی کمک کنده دیقونو. امسال خربزه خیلی خوب بود، خربزه در دیگه سایی قصال های 50-60-70 فروش میشت، امسال 120-130 800 به بالا خواستی ما همیست که از رند میخواییم که دما کمک کنه. آنان با خرسندی از افزایش حاصلات و بهای آن میگویند سال گذشته سیر خربوزه در بازارهای این ولایت 50-70 افغانی به فروش میرسید، اما امسال بهای هر سیر این میوه 100 تا 120 افغانی افزایش یافته است. در همین حال شماری از تاجران نیز میگویند که حاصلات خربوزه در این ولایت افزایش چشمگیری داشته است، اما آنان از خرابی سرک های مسیر کابل و گرفتن مالیات گزاف شاکی بوده و خواهان رفع این چالش اند. امسال حاصلات خربوزه بسیار خوب است، مردم از این راضی هستند. خربوزه را ما امسال تا 110 از 90 تا 110 115 خرید کردیم و در کابل را صادر میکنیم که میبریم در راه را مشکلات زیاد است خو باز در کابل میبریم میره با فروش میرسانیم که یک چند روپه غریبی کنیم و فایده کنیم. البته که اونجا که میبریم مشکلات زیاد است دیگه، نظر به قانونایی که امارات اسلامی بالای مردم مونده و اجاره داری میگیره و شاروالی میگیره و دیگه اونجا کاپاپلی کمیشن گفته میگیره و دیگه مردم این مشکلات هاست که باز میفایده که ما میکنیم او را او میخوره دیگه. در همین حال مسئولان ریاست زراعت کندز با وجودی که از فراهم کردن زمینه رشد و انکشاف فعالیت های زراعتی به دهاقین اطمینان میدهند، میگویند که علت افزایش محصولات زراعتی در این ولایت آب و هوای مساعد و رسیدگی لازم به مزرعه کشاورزان است. بر بنیاد گفته های دهاقین در سالهای گذشته خربوزه این ولایت حتی به کشورهای پاکستان، تاجکستان و ایران نیز صادر می شد، اما امسال در داخل افغانستان به فروش می رسد و لازم است در راستای بازاریابی این محصول توجه بیشتر صورت گیرد. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندز.